شجریان یاد نمیگیری چرا ساکتی مگر نمیبینی مردمو میکشن گفت چیکار کنم گفتم امثال منو اگه بگیرن میبرن اونجا که عرب نه بندازه صدام به هیچ جا نمیرسه اما امثال شما رو نمیتونن به این راحتی سرشونو رو زیر آب بکنن و انگ منافق و مخملی و ابریشمی بزنن بهتون با مردم باش آقای دایی امو جان آقای دایی که ماشینش آماده حرکت بود یک جوابی به من داد که از جلو رفتن خودم پشیمون شدم گفت چرا اون موقع که منو از تیم ملی گذاشتن کنار این جوونا از من حمایت نکردن بقیه نامه برای بعد خلاصه میگه که این بقیه نامه رو هادی نمیمیسه و میگه خدافزی میکنه از حادی. حسین جان به راستی چرا جوان ها نریختن توی خیابان و فریاد نزدند علی علی دایی تو افتخار مایی چرا ماها در خارج کشور جلوی سفارتخانه جمهوری اسلامی جمع نشدیم و فریاد نزدیم علی گلی در علی در چمن دایم باید گل بزنه علی دایی عشق من دایم باید گل بزنه میبینی حسین جهان وقتی خودخواهی و خودمحوری و سماجت از حد خودش میگذره دیگه فرقی نمیکنه که رهبر فوتبال رهبر فوتبال باشی یا رهبر شیعیان جهان ببین این شعر یا سروده چند ماه پیش من راجع به علی دایی چه مستاخ و چه معانی دیگری هم پیدا کرده یا از قبلش داشته و من حالیم نبوده شاید هم حالیم بوده حسین جان اگه یادت باشه وقتی یک گل به عربا زدیم و دو تا خوردیم جوانان وطن به شدت براش افتند این خبر را ببین به گزارش خبرنگار مهر در پایان دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و عربستان که در ورزشگاه آزادی به طور به بر برتری دو بر یک عرب ها انجامید بخش عمده ای از یک ست هزار تماشاچی حاضر تماشاگر حاضر در ورزشگاه آزادی به طور ایستاده نظارگر ناکامی تیم کشورمان بودند و شعارهایی را علیه کادر فنی و علی دایی سر دادند در این بین علی دایی برای در ماندن از پرتاب احتمالی اشیاء از سوی تماشاگران با چند دقیقه تاخیر به میان بازیکنان بازی عربستان راهی رختکن شد و این سروده من ناظر بر این احوال بود چنان ملت زدایی در غضب شد که ناگه داییش از بی خراب شد به همراه عرب در رختکن رفت به سوی اجنبی از هموطن رفت از او پرسید خالد بن ولایی چرا پس یا اخی فی, ب... فی بین مایی به پاسخ گفت دایی یا حبیبی پناه هم ده که آ... هازا من قریبی این چیزای عربی شو باید خود حادی بخونه زمانی قهرمانی بود دایی برای خود جهانی بود دایی همه در خدمتش آماده بودند برایش مثل خواهرزاده بودند خلاصه ادامه میده فلان آدم اگر فلان آدم نمیدادم نمیدادم اگر هول خودم صد تا دیگر میزدم گل دریقا قهرمان قهرمان قرق قرض شد در آشپزخانه گرم پخت و پز شد برای این به پزمرغ و فسنجان دریق از دیگران کن لغمه ای نان خلاصه ادامه پیدا میکنه شعر مفصلی است که بعد میگه چون میباشی با حتما توصیه میکنم که سری به از و سایت هادی بزنید مطالب هر روز مطالب جالب و خواندنی داره و بعدم اشتراک مجلش واقعا فکر کنم به عنوان یک مجموعه بدی برای همیشه در کتاب شما میتونه جا بگیره چون میباشی مربی بی نظر باش سه و بغز و غیره برحضر باش وگرنه آن آنکه کرده قهرماند به پایین میکشد از نردباند مشو قافل ز زور خشم مردم اگر افتاده ای از چشم مردم گریزد ملت از مردم ریایی چه از بهرش امو باشی چه دایی چه کاپیتان چه رهبر چه فلانی نپنداری ز ملت در امانی که میبینی اقامتگاه تو ساخت در آنجا که عرب رفت و نینداخت نی عرب در رختکن بیرون شد از شورت اه... کوچه تیم تیم خودی را پاره شد چرد که یا صاحب زمان خوردم گلش را چرا باید ببینم شنبلش را بله حسین جان مشو قافل زور و خشم مردم از زور خشم مردم اگر افتاده ای از چشم مردم چه کاپیتان چه رهبر چه فلانی نپنداری ز ملت در امانی و این حرفی نیست که فقط من گفته باشم اگر ها هزار بار گفته شده باشد صد هزار و, یک بار, نشید، صد هزار و یک بار, نشنیده گرفته شده چرا که قدرت کور و کر است از این بگذاریم حسین جان بگذار به مطلب دیگری بپردازم که در سایت هم هم آمده نوشتم این توضیح را لازم میدانم که ما هم ارزش فرمایشات فلان شخص را در این شرایط میفهمیم اما این تجربه را هم داریم که بعضی در این شرایط ها میماسد و بعضی, بعضی از عوض شدن شرایط هم رفت شدنی نیست ضمن احترام به حرکت‌های اخیر آقای منتظری و رفسنجانی و خاتمی و موسوی و کروبی و دیگران که موازی و در جهت جنبش آزادی خواهی ملت حرکت می کند. از آنجا که از دوازده سال پیش سر انتخاب آقای خاتمی پوست, پوست من کلفت من کلوفت و فوشخور من ملس شده پروان نداریم که ضمن همراهی با ملت و حمایت از حرکت‌های مردمی با رعایت حسیس‌های لازمه لاعقل به خفقان که در این شرایط لازم است ای بکنیم که تا سر فرصت اگر چیزی گفتیم حمل بر فرصت طلبی نشود. حسین جان این را گفتم در پاسخ آنهایی که به بهانه همبستگی هر صدایی رو میخواهند خفه کنند. نیز گفتم اگر بعضی موارد شخصی و شخصی و خصوصی هست که این شرایط و آن شرایط اگر شخصی و خصوصی هست که این شرایط و آن شرایط ندارد. مثلا در مورد خانم زهرا رهنورد شهامت و پایداری امروزشان برای من مطرح است و اصلا گمان نمی روسری دلا پهنای ایشان قرار است در آن شرایط هم الگوی هجاب زنان ایران واقع شود و به ما بگویند مگر کور بودید ندیدید یا چرا آن روز خفقان گرفته بودید زمنا من سرم را می کنم توی چاه و می گویم ای چاه من شعار یک یا حسین تامیر حسین را نمیفهمم مگر یخچال فریزر را از پله بالا میبریم دوستان هموطنان عزیز امروز جوانان ایران زنان ایران و ملت ایران فارغ از انگیزه های حزب اللهی و شاه اللهی و چپ اللهی و سبز اللهی مشت بر ضد حکومت بلند کردند مشت هایی که گاهی خونالود بر زمین می افتد، ما هم به هوش باشیم حسین جان ما از حرکت های مردمی حمایت می کنیم و با آن همراهیم ایستادگی میر موسوی و همسرش و آقای کروبی را ارج می نهیم. با جنبش سبز همراهیم اما سبز اللهی نیستیم و همونطور که خانم مهرنگیز کار هم در نیویورک گفت ما به دنبال رنگین کمان و آزادی هستیم همه رنگ ها است هست چون, بباید، چون بیاید زمان آزادی ای خوشا پای خود دراز کنیم زیر رنگین کمان آزادی قربانت هادی خب بینندگان عزیز مجبور شدم یه مقداری از اون شعر زیبایی رو که هادی برای آقای دایی گفته کوتاه بکنم برای اینکه فرصت خیلی کمی داریم که بریم به شمال کالیفرنیا و با جناب دکتر میلانی گفتگویی داشته باشیم راجع به این سفر اخیرشون به واشنگتن و ببینیم که اگر مثل اینکه آقای امیرخان دارن سعی میکنن که پیداشون بکنن ممکنه که مجددا ما امروز این فرصت رو از دست داده باشیم به هر حال آقای دکتر میلانی در جلسه شرکت کرده بودن در مجلس نمایندگان کمیته به سیاست خارجی و در این مورد اونجا صحبتهایی رو ایراد کرده بودند که دلم میخواست با خودشون صحبت بکنم برای اینکه صحبتای اونجا خیلی مورد توجه قرار گرفته و مسائل بسیار حائز اهمیتی اونجا مطرح شده و اینجا تستمونی بیفور کمیتی آف فورن افر، کمیته مسائل خارجی هست در مجلس نمایندگان و آقای دکتر میلانی یکی از شرکت کنندگان در این جلسه بودند و یکی دیگر از شرکت کنندگان هموطن ما که در این جلسه شرکت کرده بودند و همیشه این روزها نظرشون رو میشنویم آقای کریم سجادپور که در کارنگی Endowment for International Peace ایشون شرکت کردن در این جلسه و در واقع صحبت های ایشون خوندنی هست توصیه میکنم که حتما شما اگر که برید به این سایت مربوط به فورن ریلیشن کمیتیه مجلس نمایندگان مشروع این سخنرانی ها رو بتونید اونجا بیابید و این اظهار نظر آقای برمن که در واقع رئیس اون کمیته هستن اونجا مطرح شده و آقای پاتریک کلاسون اونجا صحبت کردن و همچنین میگم اینا تمام صحبتایی است که اونجا مطرح شده فوق العاده مفصل هست در این فرصت کوتاهی که ما داریم برای